بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام به همه شما بینندگان عزیز، خصوصا روزدارانی که در این روزهای گرم خدا بهشون توفیق داده و روزه گرفتن. ببینید شما اجرتون رو دارید حالا هم میگیرید، خوشحال هستید از اینکه موفق شدید، انسان موفقی هستید که تونستید بر اراده خود وایسید و مشکل گرسنگی و تشنگی رو پشت سر بذارید. دقایق دیگه انشالله که افطار میکنید، یا شاید هم در جاهایی که هستی در شرق افطارم کردید از آن زدن. عرضم به حضور شما که دیروز صحبت بود از اشتباهات علمای شیعه در مسئله روزه گرفتن که مصیبت شده برای مردم شیعه. دین آمده که زنجیرها رو از ما ورداره، نیومده که زنجیر بر ما بذاره. قرآن میفرماد اومده تا اغلالی که بر سر شما هست از شما ورداره. پیغمبر اومده برای این کار، یعنی منظور زنجیرهاست، برای راحتی اومده. ظاهرا مردم فکر میکنه دین برای سختی اومده. بابا همین روزم برای راحتیه. وقتی مریض شدی، پولت رفت، جونت رفت، درد کشیدی، اون وقت میفهمی که کاش من زیاد نمیخوردم یا حداقل یه وقتی امساک میکردم. عرضم به حضورتون که اشتباه رو بگیم، حالا زیاد طولانیش نکنیم. یک اشتباهی خیلی بزرگی دارن، آقا عقلم چیز خوبیه یا نیست خوب؟ عقلم چیز خوبیه. اینها میگن که دختر 9 ساله شد باید روزه بگیره. ما چیز دیگه میگیم. ما میگیم به سن بلوغ رسید باید روزه بگیره. بابا میگیم بچه مسواک بزنه. خب کی مسواک بزنه؟ وقتی دندون در اومد مسواک بزنه دیگه. عرضم به حضورتون که انسان بالغ بشه دیگه. یک درصدی از زنا هستن که بالغ نمیشن، یعنی بالغ هم بشن آثار بلوغ نمیشه، نمیاد. آثار بلوغ هم که میدونین دو سه چیزه. و اگر نشد 15 سال که تموم شد دیگه. بلوغ شرعی 15 سال که تموم شد. 9 سال چرا؟ شاید بگید آقا همین فقه ماست، به تو چه؟ فقهتون خلاف عقله، خلاف منطقه، خلاف هر چیز سلیم، خلاف همون فطرت انسانیه. چرا؟ خب دختر 9 ساله که بالغ نشده باشه باید تمام ما رو روزه بگیره. همین جواب خیلی ساده شما میفهمید که فقهتون اشتباست. باید 30 روز روزه بگیره. خب بگیره میگین. خب پس چرا زن کامل 30 ساله 35 ساله که در قدرت کامل است به خاطر عادت ماهانه 6-7 روز روزه نمیگیره؟ یعنی یک زن مثلا 35 ساله که یک دختر 9 ساله داره، مادر قوی تره یا بعد بچه دختر 9 ساله؟ خودتون فکر کنین. نه خودتون فکر کنین. مادر باید میتونه خدا بهش استراحت داده تا ماه رمضان. خب زن مثل مرد خلق نکرده، گفته آقا در عادت ماهانه 6-7 روز روزه نگیر، اما دخترش باید 30 روزه بگیره 9 ساله. خب معلومه از یه جای کار میلنگه دیگه. برای چی؟ برای اینکه فقه از خودشون درست کردن. پس وقتی که این دخترم حیض شد، یعنی بالغ شد، اون وقت روزه میگیره، اون وقت اونم 6-7 روز استراحت میکنه در وسط ما، همونطوری که خداوند خلقش کرده. پس میبینید که کارتون غلطه. قبول میکنید بکنید، نمیکنید قبول نکنید، ولیکن به عقلتون پس چکش بزنید دیگه. حالا دیگه گذشت، ولی ماه رمضان بعد این کارو نکنید. پیشباز ماه رمضان میرم. اینم پیامبر گفته نکنید این کارو. یه روز دو روز مونده ماه رمضان روزه نگیرید. یوم شک روزه نگیرید. برای چی؟ برای اینکه ما
شک نداریم که خدا اگر اشتباه کرده باشیم، من مثلا فرض کنید ما اشتباه کردیم در ماه رمضان، خدا میفهمه که ما اشتباهی غیر عمدی کردیم، یعنی کوشش خودمون رو کردیم ماه رو ببینیم نشد. الله جل جلاله دینش وسیعه، از ما عبادت شب قدر هم قبول میکنه، از ما عبادت های دیگه ایمون هم قبول میکنه. اگر خدای نخواسته به عید برخورد کرد روزه ما، ما رو میبخشه. این که تو یه روز زودتر میگیری که چی بشه؟ به خدا قرض میدی؟ احتیاط میکنی بیش از حد؟ من کرده پیامبر. چرا؟ برای که دین آسونه، سختش نکن. شاید میگن که آقا اگه دین آسونه و چرا تراویح شما درست کردی تو ماه رمضان؟ پدر مردم در میاری 20 رکعت ایت، خم شو بلند شو، خم شو بلند شو، قرآن ختم میکنید. عرضم به حضورتون که در این مسئله جواب ما آسونه. ما که گفتیم این واجب فرضه؟ نگفتیم که خود حضرت عمر که تراویح رو گذاشته. ببینید تراویح اصلا اینو بگیم که در زمان پیغمبر بوده، این یک اشتباهی اونام این است که تراویح اصلا قبول نداره، تراویح رو بدعت میدونه، در حال که زمان پیغمبر این بر ما ثابت است که ایشون بلند شد و شب سوم و چهارم بود نماز خوند تو مسجد، کسی رو خبر نکردی. چند نفر باش نماز خوندن؟ صبح که شد میگه خبر داری؟ ما دیشب پشت سر پیغمبر نماز شب خوندیم. فردا گفتن عجب این چطور از ما فوت شد. مسلمانا که دوست داشتن دونم تا ماه رمضان، شب دوم تعداد زیاد شدن به گفته حضرت عایشه، شب سوم از زیادتر شدن، شب چهارم میگه مسجد، یا شب سوم مسجد پر شد دیگه جا نبود، بیرون وایستادن. شب چهارم پیامبر نیامد به نماز، مردم هر چی اومدن پیغمبر نیامد. باز صبح بهشون گفت ببین من میترسم برای شما فرض بشه، واجب بشه، یعنی واجب نیست دیگه. بعد از وفات ایشون دیگه خطر این که واجب بشه رف شد دیگه، وحی تقطع شده بود دیگه، دین تمام مکمل شده بود. حضرت عمر دید مردم مسجد نماز میخونن، خب دید که پیامبرم یه پشت پیامبرم جماعت خونده در نفل، عرضم به حضور شما چی؟ همین نماز غیر فرض غیر واجب. گفت که پشت سر یکی نماز بخونید. آقا من میخوام 2 رکعت بخونم، میخوام 4 رکعت بخونم، میخوام 20 رکعت بخونم، میخوام 30 رکعت بخونم. 20 رکعت برایشون گذاشت، حالا یکی 20 رکعت میخونه بخونه، نمیخونه کمتر بخونه. ولی اینکه اصلا نماز تراویح رو قبول نداره، منظورم این بود که میگه دین سخت کردید. ما سخت نکردیم، خود حضرت عمر امام برایشون گذاشت، خودش امامت نکرد برای تراویح، چون خودش حافظ قرآن بود، رفت خونش خوند. کسی که قرآن کم میدونه، یه روز دید پیامبر تو مسجد مردم داره نماز میخونن، گفت اینا کیان؟ چیکار دارن میکنن؟ نماز فرض واجب که خود پیامبر امام میشد، میگفت اینا دارن ریا رسول الله، اینا قرآن بلد نیستن. پشت سر نمیدونم حضرت عبی بن کعب بود، میگه پشت سر یکی نماز میخوندن، گفت کار خوبی میکنن. پس تراویح رو پیغمبر تایید کردن، ولی چون که واجب نیست، واجب نیست دیگه. از اشتباهات اینا این است که شب قدر رو گم کردن، شب قدر رو آوردن شب 19 شب قدر نیست، 21 و 23 میتونه باشه، تازه احتمالش کمه. من در مورد شب قدر بازم صحبت میکنم، ولی 19 نیست، شب قدر رو گم کردن. دیگه اینکه فکر میکنن شب قدر باید، بعضی هاشون که باید همه شب بیدار باشه، اینه هیچ وقت نگفته به اندازه قدرت. سخت نیست، گفتم دین سخت نیست. یکی از وحشتناکترین اشتباهات اینا این است که در شب قدر اما 21 و 23 هم عوضی که الله رو یاد کنن علی رو یاد میکنن رضی الله عنه. بابا تمام شب در فکر حضرت علی هستن، باز میگی چرا؟ میگه ذکر علی عبادت هست. کی گفته؟ علی خداست که ذکرش عبادت باشه. چرا شیطان اینطوری بر دوش شما نشسته؟ در وقت افطار توبه کنید اگر که عرایز من در گوش میدی، فایده نداره، باور کن که فایده نداره همراه شرک این روزها نداره. چطور که شب قدر تو علی رو میگذاری؟ خدا علی تمام شب قدر بیدار بوده گریه میکرده برای الله، تو میگه علی رو گذاشتی، خدا رو گذاشتی، علی رو کسبیدی. شرم است به خدا، برای حضرت علی هم خجالت میگه شب باشه. ببینید شما، ببینید در یک مجلسی مثلا پادشاه نشسته باشه بلا تشبیه، بلا تشبیه، تو فقط احترام همون چیزو بکنی، همون مثلا نوکری که دم در نشسته، توهین به پادشاه میشه دیگه. توجه کنید که شیطان شما رو از هر راه میتونه چی کنه. خب یکی دیگه از اشتباهات اینا این است که والا اگه اشتباه رو اگر یک نفر بگه که سنی باشه که از دینش یه خبر نداره، نمیتونه جلوی خنده خودش رو بگیره.
اعتکاف از ماه رمضان بردم به ماه رجب. بابا آخه به چه دلیل؟ ماه رمضان اعتکاف نداره؟ در حالی که اعتکاف برای این است که ما شفقت رو بگیریم. برای اینکه توش میری مسجد شفقت که مهمه دیگه، یعنی شبیه است که باید در شاماهیه، باید از دست در نره. لذا پیامبر اصلا یک سال از نشد که اعتکاف نکنه. اگه یک سال هم نکرد سال دیگه قضاییشو انجام داد. این میبره رجب. مثل که داره دین دهنکجی میکنه. والا دهنکجی میکنه. شما میدونید که دهنکجی نیست چی است. در احادیثی دارن که با نمک افطار کن. خدایا این وقتی آدم تشنه است، حالا وقت افطار، باید یک دقیقه میگه چیزی نخور. آخه بدبختا بعسل ظالمین بدلا. واقعا ظالمین بدل کرده. خرما رو بدل، شیرینی رو بدل کرده به نمک. و ما میدونیم که نمک ضرر داره. امروز میگن نمک زهره، مثل هروئینه، مثل شکر. شکرم زهر. خرما البته یک شکر طبیعی است. خداوند فرموده است که رزق حسن هست. امیدوارم که بقیه دیگه چیزی نمونده. چیزی شوال هم ندارن، روزه شوال و دیگه مشکلات زیاد دارن. الله به من شما توفیق بده که دین حقیقی رو قبول کنیم و از گذشته ما هم بگذره. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه قنا عذاب النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله حافظ و نگهدار همه شما.